آقای خزایی، بحث خیلی جالبی بود الان شما عنوان کردین، به خصوص تا اونجایی که به شرایط ایران برمیگرده و سیاستهایی که رژیم ولایت فقیه داشته و ضرباتی که به مبانی اعتقادی آحاد مردم زده. ما از در واقع در برابرش طرح جدایی دین از دولت در شورای ملی مقاومت رو داریم و شورای ملی مقاومت هم این طرح رو از دستاوردهای ارزشمند خودش میدونه. میشه شما حالا که بحث به اینجا رسید توضیح بدین که این طرح چی هست؟ ببینید، برای همینه که من واقعا آرزو دارم که هر هموطنی که دلش برای ایران میسوزه، برای آزادی ایران فکر میکنه، تلاش میکنه، با قدم، با قلم، با هر کی، حتی اگه جز ما نیست. آقای رجبی گفتند که در یک همبستگی ملی، حتی اگه برنامه ما رو قبول ندارید، اگر سیستم و تشکیلات ما رو قبول ندارید، که ما این تشکیلات سیستممون فقط برای 6 ماهه که بتونیم در عرض اون 6 ماه اولین انتخابات مجلس مؤسسان رو درست کنیم، که مجلس مؤسسان اون مجلسی که قانون اساسی رو درست میکنه، یعنی اون سیستم رو پایه میریزه که بعد از اون وقت توی بر اساس اون قانون اساسی چیکار میشه؟ انتخابات میشه و مردم اولین مجلسشون انتخاب میکنن و بعد قوانینشون رو تصویب میکنن. این برنامه شورای ملی مقاومت این اساسنامه رو بخونن که ببینن هم جدایی دیز از دولت توشه، هم طرحهای بسیار مترقی جامعه بشری توشه که تا به امروز تکامل پیدا کرده، مثل مساوات کامل بین زن و مرد بدون توجه به دینشون، مذهبشون. در آینده ایران طبق برنامه و اساسنامه شورای ملی مقاومت یک زن مسیحی، یک زن کلیمی، یک زنی که دین داره چه نداره، هر دینی هر عقیده داره، میتونه اگر رأی بیاره رئیس جمهور زن مملکت ایران بشه. این اساسنامه توش این قضیه هست، برای خودمختاری و حقوق ملت‌ها هم ملیت‌ها هم توش هست. و یکی از طرح‌های شاخصش که به این بحث ما می‌خوره و شما به خوبی بهش اشاره کردی، طرح جدایی دین از دولته، که ما میگیم که ما که این برنامه رو درست کردیم برای 6 ماه، چون نمیشه شما یک کشوری رو، یک رژیم رو بندازید اما شما هیچ سیستمی، نهادی نباشه که بتونه یک انتخابات مجلس مؤسسان درست کنه. دیدید که در کشورهای دیگه، در بهار عرب هم مشکل هم این شد که بعضی موقع رفتن به پای پاشوندن نهادها، که بعد خوشبختانه اونجا یه نهادهایی بودن برای تشکیلاتی بود که تونستن انتخابات رو اجرا کنن. خب ما میگیم که همونطوری که جنرال دوگل وقتی رفت دولت موقت در انگلیس تشکیل داد، شاه سوئد رهبر مقاومت، شاه نروژ رهبر مقاومت در لندن بود و کسای دیگه که تبعید شده بودن، اونها هم حکومت موقتی درست کردن که جنرال دوگل به عنوان رئیس جمهور و رئیس موقت اون دولت بود، که بعد شناسایی شد توسط کشورهای، بعضی کشورهای متفقین. و بعد هم وقتی وارد فرانسه آزاد شده شدن، پاریس شدن، بعد از اون شکوه و عظمتی که بعد از آزادی از چنگال نازیسم و فاشیسم داشتن، نهادهایی رو که داشتن مثل کمیسیون های شورای ملی مقاومت، مثل کمیته ها، اینها اومدن که متحد شده بودن، که در عرض یک مدتی که برای اونها خیلی بیشتر هم طول کشید، بر آمریکا که 20 خورده سال طول کشید تا تونستن که این پیاده کنن به دلیل جنگ های داخلی آمریکا. اما در سیستم ما، تعهد ما اینه که در عرض 6 ماه ما اولین انتخابات مجلس مؤسسان رو انجام بدیم، در اونجا طرح جدایی دین از دولت ما کاملا اونجا مشخصه که هیچ دینی بر هیچ دین دیگر، هیچ عقیده‌ای بر هیچ عقیده دیگر، چه مذهبی و چه غیر مذهبی، ارجحیت نداره، همه در مقابل قانون مساویان. اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 این اوجشه، این دقیقاً کتاب مقدس جامعه بشری، این قانون اساسی جامعه بشری است که همه روش امضا کردن. خب بعد از اون دیگه معیار رأی عمومی و رأی ملت ایرانه، ملتی که به سن قانونی رأی دادن رسیده.
هر کسی که داشتن انتخاب میکنن، هر حزب و دسته‌ای که خواستن انتخاب میکنن، اول همه مجلس مؤسسان رو انتخاب میکنن که اون مجلس قانون اساسی که پایه تشکیل کل دولت و کل سیستم هست رو باید تصویب کنن که همه کشورها دموکراسی ها دارن، و بعد بر اساس اون معیار رأی مردم میذارن، نه اینکه کی به چه دینی اعتقاد داره، نه اینکه کی نمیدونم مسلمونه کی مسلمونه، کی بیشتر مسلمونه کی کمتر مسلمونه، کی نمیدونم مال اینه چه سنیه چه شیعه است دیگه. اینها در جامعه مترقی بشری که شما خودتون اول گفتید ایدئولوژی غالب، آرمان غالب بشری امروز دموکراسی است که ما سعی کردیم تا حدود این رو توضیح بدیم. بله، خمینی گزیده هستن که کسی به نام اسلام این همه بهشون خیانت و جنایت کرده و به نام دین که خب ممکنه رمیده بشن از این بحث ها، ولی خب واقعا در طول تاریخ بشری دیدید که کسانی بودن که به انقلاب هاشون خیانت کردن که میشه رو انگشت شمردشون، و کسانی بودن که خیانت نکردن مثل گاندی که خودش یک رهبر مذهبی بود، خودش یک با عرض معذرت از گاندی یک آیت الله عظمای چیز بود اون زمان خودش بود، و همچنین در آفریقای جنوبی مصدق، در انقلاب خودمون کسایی که واقعا در محور جنبش مترقی اسلامی قرار گرفتن، اینها خیانت نکردن به آرمانهاشون. اما این بحث هنوز جمع نشده، حق دارید، به قدری در هم پیچیده شده، به حدی قاطی شده، به حدی حرمت کلمات از بین رفته. دین اعتقاد یک چیز قلبی مقدس، کسی احتیاج داره به دین، خودش رو وصل میکنه به یک جایی و خیلی هم میتونه منبع انرژی، منبع قدرت، منبع الهام و منبع حرکت باشه. کسی دیگه خودش رو با آرمان دیگه وصل میکنه، اون هم برای خودش مقدسه، بشریت، انسانیت، هومانیسم، نمیدونم همون که میگن دهری، و اینها همه یک هدف بیشتر ندارن، اونم سعادت بشره. تمام این ادیان، تمام این ایدئولوژی هایی که اومدن تو تاریخ، تمام این کسایی که اومدن و افکار فلسفی خوب آوردن، همه یک هدف دارن، سعادت بشره، رهایی از فشار و ظلم و جور و ستم و سرکوبه، و ساختن یک جامعه است که این جامعه، جامعه خوب و جامعه جافتاده و جامعه متعادلی باشه که بشر بتونه در زندگی کنه در کمال آزادی، در کمال انتخاب. خب این بحث بقیده من خیلی جالبه که توی هموطنان ما این بهش آگاهی مطلق واقعا پیدا بشه، که من از ابتدایی که افتخار داشتم 33 سال پیش با این مقاومت باشم، چه اون موقعی که در خفا با اینا بودم توی سفارت به عنوان دیپلمات حرفه‌ای و واقعا با مقاومت و شورای ملی مقاومت بودم، و چه موقعی که دیگه علنی پیوستم، خب من این روند رو دیدم. حتما کسی ممکنه این خیال به ذهنش بیاد که نکنه این طرح جدایی دین از دولت کار یک نیروهای مثلا غیر مذهبی بوده، کار کسایی بوده که اومدن به زور اینو بر مجاهدین تعمیل کردن، همونطوری که اونهایی هم که بهتون گفتم لایسیته و سکولاریسم و حکومت‌های دموکراسی رو پای ریزی کردن و دین مترقی و ایدئولوژی مترقی مسیحیت و حتی هندویسم و حتی بودیسم و بقیهشون، اینها هم کسایی بودن که مذهبیان مترقی بودن. من خودم در کنار این سازمان و در کنار این شورای ملی مقاومت خشت به خشت دیدم که همه این ایده ها یکی از هواداران و یکی از آورندگان اصلی این بحث که همه هم باش موافق بودیم و براش هم کار کرده، اتفاقا بیشتر در معرض حمله و هجمه رژیم و قشریون و بنیادگره هم بوده که اینا دیدی گفتم اینا منافقن، دیدی گفتم اینا دین ندارن، دیدی گفتم اینا مارکسیست اسلامی هن که اون رژیم مدفون قدیمی میگفت تا به امروز. اینها در اتفاقا فشار بر مجاهدین بیشتر بود، همونطوری که فشار بر مارتین لوتر در آلمان بیشتر بود، همونطوری که فشار بر نیروهای لایک مترقی در فرانسه و در انگلیس بیشتر بود،
همونطوری که فشار بر آمریکاها بیشتر بود، نیو کالوینیست‌ها بیشتر بود، بر توماس جفرسون بیشتر بود. خب اینها کسایی بودن که خودشون میگفتن و هنوز هم میگن، از زمانی که حنیف نژاد اون حرف رو شاخص رو زده که من فکر میکنم اون دیگه فصل ختام و ترجیح بند این کاره، همون حرفی که مارتین لوتر زن که این دین من نیست که این پاپ داره، این خدای من نیست، خطکشی من گفت از اینجا نمیداره، چون در زمان قرون وسطا حتما خوندید مردم گناهاشون رو میخریدن، اگه تو پول داشتی مثلا چجوری الان یکی رو میخوان اعدام کنن، بچه پولدارا رو اعدام نمیکنن، حتی اگه 4 نفر اعدام بکشن تو ایران، چون جمع میشن پول میده 100 میلیون 200 میلیون 300 میلیون میده یا میلیارد میده میخره جرم بچه‌ش. همین کارو کرد فصل ختام، ختام و تمام حرف اصلی رو مارتین لوتر زد که این دینی که با پول باید خریدش، با پول گناهات باید بخری، با پول باید رشوه بدی به پاپ بری به بهشت، من این دین دین من نیست. که خب مجاهدین هم با اون حرفی که حنیف نژاد زد که واقعا یک حرف شاخص، من این به عنوان یه آدمی هم که خودم اعتقاد مذهبی اصلا ندارم، من یه فلسفه دیگه دارم، ولی که خب آدم میبینه که این در این تکامل فقط یک سازمان مترقی میتونه این طرح رو پیش ببره، و اگر مجاهدین در شورای ملی مقاومت نبودن کار ما بسیار سخت‌تر بود، به خاطر بلافاصله بچسب می‌خوردیم که اینا چپن و بی خودان و بی دینن و نمیدونم مشرکن و اینا. اما مجاهدین یک حرف شاخص همیشه بعد از حرفایی که حنیف نژاد زده یا حرفایی که خود آقای رجوی در مقابل روی خمینی زده، که وقتی صداش کرده توی قم و رفته پیشش گفته که شما بیاید حرفای ما، جمهوری اسلامی ما قبول بکنید، من خدمت شما میام، که گفت خمینی به مجاهدین من شما رو بهتون جا میدم، بهترین شغل بهتون میدم، احمد خمینی واسط بود که من به شما همه چی میدم آقای رجوی، اما آقای رجوی حرف مارتین لوتری میزن، این دین من نیست، این دینی که میخواد حکومت اسلامی با تفسیر خودش درست بکنه، جدایی دین از دولت قبول نداره، آزادی رو قبول نداره، دموکراسی رو قبول نداره، راه من راه مصدقه. مگر نگفت آقای رجوی توی چیز امجدی مگر میخوام لعنت بشیم؟ چجوری یک آدم اگر مترقی مذهبی و 100% واقعا آزادی خواه و دموکراسی دوست داره چجوری میتونه بگه که آیا ما راه مصدقی میریم مگر میخوایم لعنت بشیم؟ خب این پایه و اساس ایدئولوژیکی، پایه و اساس تکامل رابطه ما توی شورای ملی مقاومت بوده که تا امروز به این سرفصل که شما میدید رسیده. و باز برمیگردم به حرفی که خودتون زدید، خود زدی احمد رضا، در اول بحث جدایی از این دولت مجاهدین یک حرف شاخص داشتن، من به عنوان یک شاهد حاضرم برم گواهی بدم و دارم که گفتن مجاهدین میگن که حکومت مذهبی، دوباره تکرار میکنم، حکومت مذهبی منجر به فاشیسم میشه. این حرفی است که مجاهدین از دل و عقیده و بیان و عشق به آزادیشون زدن. و فکر کنید که چنین سازمان مترقی وقت در بطن بحث های جدایی از دولت قرار میگیره و چنین واقعا مصوبه شاخص و تاریخی ازش در میاد، مثل بحث زنان. خب هر کی دیگه بود فکر میکرد که خب مجاهدین به خاطر اینکه برها یک فرهنگ و یک سنت و یک رفتار مثلا مذهبی دارن، خب که قابل احترام، این اصل دموکراسیه، مگه میتونه کسی بگه تو باید فلان کارو بکنی و الان مترقی نیستی؟ خب این اون رضا شاه میر پنج که خودش رو از سرکار استواری شب شاه کرد، خب اون که میگفت که باید زنا به زور چادرش رو برداریم، زنا باید فلان کارو بکنن، خب این که یه نوع فاشیسمی از نوع دیگر بود. خمینی اومد به زور چادر و شارقت سر زنا کرد. اما شما بدونید که مجاهدین، من خودم توی تهران اون موقع هنوز نیومدم بودم بیرون بعد از انقلاب، دیدم که مجاهدین با داشتن روسری خودشون که یک سنتی است که خودشون دارن و قابل احترامه، مثل همین اروپایی که خیلی سنت‌ها دارن با هم فرق میکنن، در تظاهرات توی تهران و شهرستان‌ها بر علیه شعار یا روسری یا توسری و حجاب اجباری تظاهرات کردن، کتک خوردن و زندان. در همین جا هم کتک‌های
لفظی خوردن، نیش‌های لفظی خوردن که چرا اینها خودشون طرح جدایی دین از دولت رو نه تنها با بقیه پیشنهاد کردن، موافق بودن و از اصل هم خودشون ایده‌اش رو داشتن، بلکه رأی دادن همشون در رأی‌گیری که در شورا شد، تمام اعضای مجاهدین جز اولین کسا بودن که به این رأی دادن. این چیزایی است که واقعا باید این هموطنان من به عقیده من لطف کنن، برن توی این بحثا، برن توی این تاریخ، برن توی این تکامل این سالهایی که گذشته بر این مقاومت، تا هم خودشون روشن بشن و هم تحت تاثیر افکار منحط عقب مونده نمیدونم دروغین حاج آقا مصلحی ساخته وزارت اطلاعات و پادههای خارجی و کراواتیش و معمم و مکلاش قرار نگیرن. چون اگر غیر از این باشه ما نمیتونیم در آینده ایران با هم دیگه کار کنیم، ما نمیتونیم ائتلاف کنیم اگه به هم اشراف واقعی نداشته باشیم، اگه همدیگر را نشناسیم و اگر واقعا بی‌طرفانه بدون خوندن مثلا یک کتاب یک احمقی نمیدونم در چند سال پیش راجع به مجاهدین نوشته، 40 سال پیش که هنوز هم نتونسته ویراستاری درستی ازش بکنه یا بروزش بکنه، تحت تاثیر این تبلیغات، تحت تاثیر این سمپاشی ها نذاریم که اون چسب واقعی تاریخی که باید توی جبهه همبستگی ملی با همدیگه ما رو جمع کنه که آینده ایران عزیزمون رو بسازیم، واقعا دموکراسی بسازیم، بر به دنبال جنبش مشروطیت، جنبش جنگل، جنبش مصدق، انقلاب بهمن که انقلاب کاملا دموکراتیکی بود، برای دموکراسی بود، بتونیم خلاصه ما هم یک ائتلاف درست کنیم و دوچار این تناقضایی که شما به خوبی الان گفتی سر دین و مذهب و کی جدایی دین از دولت چیه، مگه مجاهدین جز این هستن نیستن، این اشراف پایه و اساس و جوهر و سکوی پرتاب آینده خوب کشور ما. بله آقای خزایی، شما اشاره کردین به نقش مجاهدین در واقع به نتیجه رسیدن این طرح در شورای ملی مقاومت. میخواستم سوال کنم که در واقع این نقش فعال مجاهدین که الان داریم ما در موردش صحبت میکنیم چه تأثیری در آینده ایران خواهد داشت؟ ببینید، همونطوری که دیدید که تمام این جنبش هایی که بعد از ملاخر شدن انقلاب دوزیده و ربوده شدن انقلاب دموکراتیک مردم ایران برای آزادی، مثل همه چیزی که تو کشورها بعدها الهام گرفتن، همونطوری که جنبش مردم مصر و آزادی کانال سوئز از جنبش مصدق الهام گرفت، خب همونطوری که این روند سره رو از ناسره تشخیص داد، چون دست ما نیست، این قانونمندی های تاریخه و بعد ما دیدیم که تنها تشکلی که تونست هم در عمل هم در فکر هم در پرداخت آخرین و بالاترین بها بتونه علی‌رغم همه این سونامی ها، همه این بدبختی ها و فشارهایی که در منطقه بوده که بادش صدها حزب و دسته و گروه رو هم در داخل هم در خارج از دره پرت کرده، این اول باید بدونیم که چی شد، چه قانونمندی حاصل شد که این ائتلاف، این تشکیلات، این آرمان درست، این گرای درست، این رهبری درست و این حد فدای بالایی که میدن که من همیشه بهش میگم پنج فرمان یا پنج عنصر یا هر چی که اسمش میذاریم، چی شد که موند و دیدید که در اشرف هم تجلی پیدا کرد، مجسم شد، که درست هم نقطه‌ای بود که رژیم میخواست اونجا رو بپوشونه که کل تشکیلات بپاشونه. خب اگر تو ما قانونمندیش از اونجا تا اینجا در بیارید، معلوم میشه که در مرحله آینده هم چیزی نباید باشه، یعنی چیزی کار نمیکنه مگر همین اصول، مگر همین پنج پایه، مگر هم غیر از این بحثایی که کردیم دیگه چیزی دیگه نمیدونیم. اگه ما دموکراسی رو نشناسیم، اگر ندونیم تا حالا کی واقعا براش کار کرده، کی براش آخرین بار داده، خیلی ها کار کردن دستشون مریضات، خیلی ها خارج ما بودن شهید شدن، خیلی که ما همیشه به عنوان شهدای انقلاب دموکراتیک مردم از امیرخیس تا امروز اسمش میبریم، حتی از آریو برزن
که مقابل اسکندر وایساد. اینا همه شهدای ملت ایران هستن. خب تا اینجا که اومدیم کی تونسته خشت به خشت اینو پایه‌ریزی کنه؟ همین نیروهای مترقی بودن، همین کسی بوده که در مرکز اینا بوده، که در زمان خمینی گفتم بزرگترین ائتلاف تاریخ دور آقای رجوی درست شد که همه نیروها می‌خواستن. من خودم توی سفارتمون بودم در بعد از انقلاب در سوئد، رئیس سفارتمون بودم اونجا، صندوق رأی گذاشته بودیم و اونجا اصلا معلوم شد تمام نیروهای مترقی همه از کاندیداتوری آقای رجوی حمایت کردن. چرا؟ اون بود که در مقابل اسلام مخوف، ایدئولوژی اسلامی که اون به صورت مخوفی عرضه کرد در جهان، عقب مونده و بسیار بسیار قشری و ضد بشری ایستاد. الان هم از این جا به بعد هم بعد از این سرفصل‌های تاریخی که خوشبختانه دیدید بسیار درخشان هستن، آخریش هم که شاهد هستیم، از اینجا هم باید بدونید که در مسیر سرنگونی این رژیم و برای سرنگونیش و برای بعد از سرنگونیش هم راهی نیست جز این اصول و مبنایی که ملت ایران، فرزندان ملت ایران، مجاهدین مردم ایران، شوراهیای مردم ایران، نیروهای مترقی، هواداران صدها هزار نفری که در همه جا هست، خش به خش اینا رو پایه‌ریزی کردن. یعنی این که ما باید در محور نذاریم که این راه منحرف بشه، از این راه منحرف بشیم، گرامون از دست ندیم. گرای ما چیه؟ آرمان اصلیمون چیه؟ گرا سرنگونی کامل و تمام عیار این رژیمه، یک. دو، تشکیل یک جمهوری بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر در مصوباتمون هست و جدایی دین از دولت. این سپایه، اینها اصل و اساس، اینها جوهر واقعی دموکراسی ها و سعادت بشری امروز. هر سیستمی شو بخواد پیدا کنید، اگر از این سه تا شما لغزش کنید که پشتش هم حتما مساوات زن و مرد میاد که اصلا دیگه توش لازم وقتی میگه اعلامیه جهانی حقوق بشر تون توشه دیگه، غیر از این جوابی نداره. نه در پروسه سرنگونی میتونیم با هم توافق کنیم اگر روی این اصول نباشیم، و نه در ایران آزاد فردا که رژیم را ساقط کردیم. این که رژیم چجوری ساقط بشه، خب این دیگه بحثیه که بعدا میشه کرد. خب ای کاش مسالمت آمیز باشه، مثل آب خوردن باشه، مثل تونس باشه مثلا، ای کاش. ولی خب تجربه صادر کرده که نیست دیگه، نمیشه. لیبی رو ببینید، سوریه رو ببینید، جاهای دیگه رو ببینید، به هر حال در یمن هم خونریزی و خون ریخته شد. در آینده ایران هم وقتی که این رژیم ساقط شد به همت مردم ایران، به همت سوار شدن رو این سپایه و در یک همبستگی ملی که ما اعلام کردیم، آقای رجوی هم باز کرده گفته که حالا که کسایی که میترسیدید از لیست، خب حالا بفهمید این لیست هم که برداشته شد، این افتضاحی هم که غربی‌ها درست کرده بودن برچیده شد، مماشات و خاتمی رو میخواستن راضی کنن، این هم که رفت. خانم آلبرات گفته بود همه این لیست برای آقای خاتمی درست کردن که نازش کنن که مثلا رابطه با غرب داشته باشه، با آمریکا. از این به بعد هم هیچ راهی نداریم جز اینکه روی این پایه ها استوار بشیم که بعد از سرنگونی یک قانون اساسی بر مبنای همین اصولی که بعدن گفتم، تفکیک قوا در اساس دموکراسی، احزاب آزاد، جدایی دین از دولت، آزادی بیان و عقیده، آزادی اجتماعات، حقوق ملیت ها، مساوات کامل زن و مرد، اینا دیگه اصولی است که الان دیگه اینا مثل اصول و قانون اساسی بشریت قرن 21 و هزاره سومه. بر این اساس اگه توافق کنیم، همدیگر بشناسیم، باز خواهیم دید که کسی که ضامن تمام اینها خواهد بود باز نیروهای مترقی هستن که تا حالا اینقدر بها دادن، این همه 120 هزار شهید تقدیم این ملت کردن و اینها 100% فردا نخواهند گذاشت که دوباره یک ایدئولوژی دیگه، حالا یا شاه اللهیش، یا نمیدونم حزب اللهیش، یا نمیدونم خمینیش، یا ولی فقیه دوم و سوم اینا بیان و دوباره این راه رو از مسیر خارج کنن و یک آلترناتیوی درست کنن که دوباره ملت این راه یک چاه عمیق‌تری با سر بندازه. من فکر میکنم این خیلی راحته اگر
چشمونو باز کنیم اگر بی طرفانه بدون اینکه تحت تاثیرات تبلیغات قرار بگیریم تاریخ خوب بشناسیم، این برنامه ها رو خوب بشناسیم، مجاهدین رو خوب بشناسیم. چون الان من میبینم که به خاطر اینکه اینا در نوک پیکان این مبارزه هستن و بودن و خواهنم بود که برای اینکه ضامن بقاش باشن، ضامن بقای همین اصولی که میگیم توی برنامه شورای ملی مقاومت هست، اینها آماج بالاترین تهمت ها، بالاترین فشار ها، بالاترین واقعا دروغ ها و سرهم بندی کردن یک سری چیزهایی که اصلا آدم واقعا خندش میگیره قرار گرفتن و معلومه که کارسازن، چون درد صدای دشمن و ایادی دشمن رو در آوردن. همین روزا تلویزیون ها رو ببینید چه خبره. اونایی که هول کردن، ترسیدن و واقعا غش کردن و ترسیدن که این چی شد، اینا دارن فلان میشن، آلترناتیو میشن، اینا دارن نمیدونم جلو میفتن. خب اگه تو به آزادی ملت ایران اعتقاد داری، اگه برای ملت دل میسوزینی، تو چرا باید، اگه ریگی در کفشت نیست چرا اینقدر ناراحتی، چرا اینقدر داد میزنی، چرا اینقدر داری تبلیغات میکنی، چرا اینقدر داری دروغ میبافی جلوی چشم خبرنگار، دروغ میبافی. خب این معلومه که متاسفانه سعی میکنن حتی ملت های دیگر، آدم های دیگری هم که دلسوزن، که آدم هایی هستن که واقعا شب و روز درد وطن دارن، عشق وطن، عشق ایران دارن، و یا منحرفش کنن فکرشونه، یا در بهترین وجهش خونساش میکنن. و این بزرگترین بلای یک ملت و یک نسله. بله، خیلی تشکر میکنم آقای خزایی. بحثی هستش که فکر میکنم جا داره خیلی بیشتر سری صحبت بکنیم، ولی فرصت این برنامه در اینجا به پایان میرسه. از شما تشکر میکنم به خاطر توضیح دادین، و داریم که فرصتی بشه باز هم بتونیم پیرامون این موضوع که موضوع بسیار مهمی هست بازم صحبت کنیم. منم خیلی خوشحالم و واقعا خیلی خیلی من استقبال میکنم، در خدمت این سیمای عزیز مقاومت هستم و من حتی پیشنهاد میکنم که ما هر کدوم از این مقوله ها، مثلا بحث دموکراسی و نهادهاش چجوری جا میفته و چجوری باید با همدیگر کار کنن، اینا رو بیشتر و بیشتر و حتی این بحث جدایی از دولت رو بیشتر سرسبز در یک فرصت بیشتری باز کنیم و بهش برسیم، چون این جان کلام مقاومت و مبارزه امروز مردم عزیز و شریف ایرانه که خودشون یکی از بزرگترین پایه‌گذاران حقوق بشر و آزادی اندیشه و فکر بودن. بله، با تشکر مجدد و با تشکر از همیهنان عزیز که ما رو تا انتهای بحث همراهی کردن، شما رو به خدای بزرگ بسپاریم.